هشدار وزارت خزانه داری آمریکا در مورد معامله انرژی رژیم ایران و روسیه. دیوید کوهن: هر شرکتی با رژیم ایران معامله کند تحریم می شود. جلسه اضطراری شورای امنیت برای بررسی اوضاع شمال عراق. اعضای شورای امنیت: حمله به شهروندان عادی به دلیل وابستگی قومی و مذهبی جنایت علیه بشریت است و مسببان آن باید مورد حسابرسی قرار بگیرند. دبیر کل ناتو خواستار عقب نشینی نیروهای روسیه از مرزهای اوکراین شد. The main threat that we face today is the threat of nuclear proliferation. یک تهدید اصلی وجود دارد و آن هم تولید سلاح هسته‌ای توسط رژیم ایران است. اظهارات جان بولتون، سفیر پیشین آمریکا در سازمان ملل متحد. Pattern repeated by terrorist groups all over the world. Land grabs. تلویزیون فاکس نیوز: در تمام دنیا از خاورمیانه گرفته تا اوکراین مشاهده یک روند تروریسم در حال گسترش هستیم. از تصرف بخشی از کشورها تا کشتار، چه چیزی میتواند این روند را متوقف کند؟ جان بولتون، سفیر پیشین آمریکا در سازمان ملل متحد: تنها چیزی که میتواند رشد تروریسم و فروپاشی کشورها در سراسر خاورمیانه را متوقف کند مداخله آمریکا همراه با یک ائتلافی از دیگر کشورها می باشد، کشورهایی که تهدید افراطی‌گری و تروریسم را درک می کنند. ما باید به کردها و جنگشان با داعش کمک کنیم. ما باید به جمعیت سنی در عراق کمک کنیم تا داعش را کنار بزنند. من موافق کمک به دولت نوری مالکی در بغداد نیستم. من اصلا نمی دانم این مالکی چقدر بر سر کار بماند. فاکس نیوز: با وجود همه اتفاقاتی که الان در جهان در حال رخ دادن است، از کجا می فهمید که کدام موضوع در اولویت قرار دارد و این پیام را به تمام ناظران و بازیگران دیگر می فرستید که آمریکا در این موضوع دخالت دارد و ناظر است؟ جان بولتون: الان یک لیست بالا بلند اولویت ها وجود دارد، ولی به نظر من یک تهدید اصلی است که ما امروز با آن مواجه هستیم و آن هم تهدید تولید تسلیحات هسته‌ای می باشد. این تهدید از طرف رژیم ایران متوجه ما و همه ما می باشد، همان رژیمی که تروریسم و حزب الله را تامین مالی می کند، رژیم مالکی را در عراق پشتیبانی می کند، رژیم اسد را در سوریه پشتیبانی می کند. ما به جز مذاکره با این رژیم کار دیگری انجام نمی دهیم و امیدمان را بر این گذاشته ایم که آنها داوطلبانه برنامه هسته‌ای خود را کنار بگذارند. این یک خیال مهم بیشتر نیست. ما انبوهی موضوعات و اخبار را در تمام رسانه ها مشاهده می کنیم، ولی موضوع اصلی یعنی رژیم ایران در هیچ کدام دیده نمی شود. برای نخستین بار در تاریخ ترکیه مردم با رأی مستقیم رئیس جمهور آینده خود را مشخص می‌کنند. انتخابات ریاست جمهوری قرار است روز 10 اوت برگزار شود. تاریخ سیاسی ترکیه آزمون جدیدی را پشت سر می‌گذارد. برای نخستین بار در این کشور مردم برای انتخاب رئیس جمهوری به پای صندوق‌های رأی خواهند رفت. نظام حکومتی در ترکیه پارلمانی است و تا کنون انتخاب رئیس جمهوری با رأی نمایندگان پارلمان صورت می گرفت. حال با تغییر نوع انتخاب رئیس جمهوری، تحلیلگران از تغییر نظام حکومتی از پارلمانی به ریاست جمهوری سخن می گویند. قانون اساسی کنونی ترکیه در سال 1982 و 2 سال بعد از کودتای نظامی در این کشور نوشته شده است. بر طبق این قانون اساسی، اختیارات کلی برای اداره کشور به نخست وزیر سپرده شده و رئیس جمهور بیشتر مقامی سمبولیک و اجرایی دارد. رئیس جمهور و نخست وزیر هر دو توسط پارلمان این کشور انتخاب می شوند. با انتخاب مستقیم رئیس جمهور توسط مردم، دامنه اختیارات او هم فرق خواهد کرد. حزب عدالت و توسعه و در رأس آن رجب طیب اردوغان از مدت‌ها پیش تلاش کرده نگارش قانون اساسی جدید را در مجلس به تصویب برساند. با همه پرسی که در سال 2007
و توسط دولت اردوغان برگزار شد و یک گام برای تغییر قانون اساسی برداشت و امکان تغییر شکل انتخاب رئیس جمهوری را به دست آورد. نبیل میش از تحلیلگران مرکز مطالعات ترکیه که توسط حزب عدالت و توسعه تأسیس شده میگوید نظام سیاسی ترکیه با این ریاست جمهوری تغییر شکل خواهد داد. این تغییر شکل با هماهنگی رهبران حزب عدالت و توسعه و رئیس جمهوری مؤثر و نه اجرایی ممکن خواهد شد. اردوغان مجبور خواهد بود که سیستم حقوقی کنونی را بدون تغییر در قانون اساسی اصلاح کند. از این نگاه ما یک سیستم جدید خواهیم داشت. البته سیستم جدید بدون اصلاح کامل قانون اساسی غیر ممکن است. می توانم بگویم که یک فرایند ریاست جمهوری با توجه به شخصیت اردوغان و با توجه به رأی مردم در انتظار ماست. اردوغان و جستیس و دیولپمنت پارتی ممبرز سی ذات آنجاست اور ریل پرپس other than the killing of innocents and the terrorists. مارتین ایندیک سفیر سابق آمریکا در اسرائیل میگوید محمود عباس یک همکار قابل اعتماد برای صلح است. هیچ راه حلی برای فلسطین و اسرائیل به جز راه حل دو کشور مستقل وجود ندارد. مارتین ایندیک همین یک ماه پیش از سمت خود به عنوان فرستاده ویژه آمریکا در مذاکرات اسرائیل و فلسطین استعفا داد. وی همچنین سفیر سابق آمریکا در اسرائیل بوده است و الان هم عضو بنیاد بروکینز است. شما در استعفای خود گفتید بدبینی بسیاری وجود دارد، عدم اعتماد بسیاری وجود دارد. مشکلاتی که ما با آن روبرو بودیم به خاطر 20 سال عدم اعتماد است. آیا در چنین فضایی امکان صلح هست؟ مارتین ایندیک میگوید It certainly doesn't look that way at the moment, given what you're reporting this morning. آنچه ما با آن روبرو بودیم تولید جنگ است و نه تولید صلح. اسرائیلی ها و فلسطینی ها تنها یک راه حل برای کشمکش خود دارند. آن هم این که آن را از طریق مذاکرات صلح حل کنند. ایده راه حل دو کشوری که فلسطینیان یک کشور مستقل در کنار کشور اسرائیل داشته باشند، ایده ای است که بیش از دو دهه است ارائه شده. هیچ راه حل دیگری نیست. امید من این است که در پایان جنگ و درگیری اسرائیلی ها دریابند که محمود عباس ابو مازن رهبر فلسطینی همکاری برای صلح است. او راه حل های غیر خشونت آمیز و صلح آمیز را برای درگیری ها ارائه می دهد. بهترین راه حل توافق با اوست. سیاست انگلیس در حمایت از کشتار در غزه آنچنان خشمی را برانگیخت که علاوه بر استعفای یک وزیر دولت کامرون، معاون او نیک کلیک هم خواستار تجدید نظر در آن شد. اد میلیبند رهبر حزب کارگر هم صدای خود را علیه این سیاست بلند کرد. جرمی کوربین نماینده پارلمان انگلیس: موضع دولت انگلیس در رابطه با اسرائیل بسیار ضعیف است. اصلا موضعی ندارد. هنگامی که در شورای حقوق بشر یک رأی‌گیری در مورد درخواست ناوی پیلای برای بررسی جنایت جنگی در غزه صورت گرفت، انگلیس بی‌طرف بود. این درخواست به خاطر بمباران غزه توسط اسرائیل صورت گرفت. در نتیجه آمریکا هم علیه این درخواست ناوی پیلای رأی داد. انگلیس روابط نظامی گسترده‌ای با اسرائیل دارد. هر دو قراردادهای تسلیحاتی با یکدیگر دارند. تسلیحات و مهمات هواپیماهای بدون سرنشین اسرائیل در انگلیس تولید می شود. البته اتحادیه اروپا تجارت گسترده‌ای با اسرائیل دارد و این امر برای اقتصاد اسرائیل بسیار حیاتی می باشد. دنیا اشغالگری، سیاست شهرک‌سازی و محاصره غزه را محکوم می کند. اکنون مسئولیت انگلیس است که در این محکومیت ها شریک شود و نه اینکه به تجارت معمولی خود با اسرائیل ادامه دهد. تلویزیون فرانسه 24 میگوید مقام‌های فلسطینی به دنبال تشکیل پرونده جنایات جنگی علیه اسرائیل در دادگاه بین المللی جنایی هستند. چند روز پیش وزیر خارجه فلسطین با دادستان‌ها در دادگاه بین المللی جنایی ملاقات کرد. او به دنبال ارائه پرونده جنایت جنگی اسرائیل است. ریاض المالکی وزیر خارجه فلسطین گفت مدارک غیر قابل انکاری وجود دارد که اسرائیل در نوار غزه جنایت جنگی مرتکب شده است.
ما باید هر کاری که در توان داریم انجام بدهیم تا دادگاه بین المللی الهه کسانی را که در جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت در جنگ غزه مقصر هستند به پای عدالت بکشاند. همزمان با آتش بس و توقف موقت جنگ، اسرائیل نیروهای زمینی خود را از منطقه جنگ زده بیرون کشید. مردم غزه نیز به خیابان‌ها سرازیر شدند تا اقلام مورد نیازشان را جمع کنند. نیم میلیون مردم غزه به خاطر درگیری‌ها مجبور شدند تا خانه خود را ترک کنند. سوالی که مردم غزه دارند این است که آیا توافق شکننده می‌تواند به یک توافق طولانی مدت برسد؟ بزرگترین سرقت اطلاعات اینترنتی جهان صورت گرفته است با سرقت رمز عبور بیش از 1 میلیارد حساب اینترنتی. به گزارش یک شرکت امنیت اطلاعات آمریکایی، گروهی از هکرهای روسی توانستند شناسایی کاربری و رمز عبور بیش از 1.2 میلیارد حساب اینترنتی را سرقت کنند. شرکت امنیتی آمریکایی از این اتفاق به عنوان بزرگترین سرقت اطلاعاتی جهان نام برده است. بنا به این گزارش، این حساب‌ها متعلق به بیش از 500 میلیون آدرس ایمیل و بیش از 420 هزار وبسایت است. این شرکت امنیتی نام وبسایت‌های مذکور را اعلام نکرده است. روزنامه وال استریت جورنال نوشت این شرکت روسی گفته در ازای دریافت پول حاضر است به صاحبان وبسایت‌ها بگوید آیا قربانی این سرقت اطلاعاتی بودند یا خیر. روزنامه نیویورک تایمز نیز توسط یک کارشناس مستقل امنیتی این گزارش را تایید کرده است. کارشناسان توصیه می‌کنند که مطمئن‌ترین راه مقابله با سرقت اطلاعات حساب کاربری عوض کردن زود به زود رمز عبور و انتخاب رمز عبوری است که حد زدن آن دشوار باشد. The company, Hold Security, says the cyber gang وزیر دفاع اوکراین میگوید اوکراین مانند خانه است که در آتش میسوزد، باید سریع آن را خاموش کرد. ارتش اوکراین میگوید در آستانه پیروزی بر جدای طلبان طرفدار روسیه در شرق این کشور است. شبکه جهانی بی بی سی از والدی هلتی وزیر دفاع اوکراین می‌پرسد پس گرفتن دو شهر بزرگ شرق اوکراین از جدای طلبان طرفدار روسیه آیا ممکن است بسیار سخت باشد؟ او در پاسخ می‌گوید دونسک و لوهانسک دو شهر کلیدی اوکراین هستند، اما این دو شهر اکنون تحت اشغال تروریست‌ها قرار گرفتند. در این دو شهر است که بیشترین تروریست و بیشترین تسلیحات وجود دارد. ما آگاه هستیم که آزاد کردن این دو شهر کار ساده‌ای نخواهد بود، اما پیروزی خیلی زود خواهد آمد. این بالاترین قیمت است، چرا که مردم دارن می‌میرند، ولی ما هیچ گزینه دیگری نداریم. اوکراین مانند یک خانه است که آتش گرفته و ارتش اوکراین هم وارد این خانه که آتش گرفته می‌شود تا آن را خاموش کند. وزیر کشور لهستان میگوید اگر به خاطر ارزش‌هایت بجنگی همیشه باید قیمت بدهی. ما قیمت مقابله با روسیه را داریم می‌پردازیم. روسیه علیه محصولات میوه لهستان ممنوعیت‌هایی را اعمال کرده است. مقام‌های روس دلیل آن را نقض قوانین بهداشتی اعلام کردند، ولی دولت لهستان می‌گوید این اقدام به تلافی حمایت این کشور از تحریم‌های اخیر اتحادیه اروپا می‌باشد. بعد از این اقدام پوتین، همه به همبستگی با محصول سیب لهستان برخواستند. این کارزار اینترنتی در حال رشد می باشد. مردم اظهارات خود را به اشتراک می گذارند. این یک نمونه است. یک سیب در روز پوتین را از ما دور نگه می دارد. یا هشتگ هایی مانند سیب لهستانی بخور. این صفحه که 3 روز پیش ساخته شده بیش از 27 هزار لایک دارد. در اینجا نوشته شده است سیب بخور تا حرص پوتین در بیاید. این فراخوان ملی میهنی برای خورد سیب حتی در خیابان‌های لهستان هم حس می‌شود. ممنوعیت‌های روسیه علیه صادرات سیب و دیگر محصولات میوه این کشور
یک حس ملی و مقابل جویی به وجود آورده است. این ممنوعیت ها می تواند ضربه جدی به اقتصاد لهستان بزند. لهستان بزرگترین صادرکننده سیب می باشد. بیش از نصف سیب های این کشور به روسیه صادر می شود. سال گذشته صادرات سیب برای لهستان 366 میلیون دلار درآمد داشت. روسیه می گوید این ممنوعیت به دلیل نقض قوانین بهداشتی می باشد، ولی بسیاری اینجا قانع نیستند. آنها معتقدند که روسیه کشورشان را به خاطر حمایت از تحریم‌های اتحادیه اروپا مجازات می کند. بارتلومیچ سینکیویچ، وزیر کشور لهستان: اگر به خاطر ارزش‌هایت به جنگی همیشه باید قیمت بدهی. ما قیمتش را با سیب می پردازیم. این بهتر از قیمت خون است. اراده مردم لهستان از خود هیچ آثاری از شکست نشان نمی دهد. با خبری از آخرین وضعیت ادوارد اسنودن برنامه 20 دقیقه را پیگیری می کنیم. مقام‌های روسیه اقامت ادوارد اسنودن، مأمور سابق آژانس امنیت آمریکا، را 3 سال دیگر تمدید کردند. مهلت اقامت قانونی این افشاگر فعالیت‌های جاسوسی آمریکا که به روسیه پناهنده شده در تاریخ 31 ژوئیه برابر با 9 مرداد سرآمده بود. آمریکا اسنودن را به تهدید امنیت ملی از طریق افشای اسرار محرمانه متهم می‌کند و خواستار استرداد اوست. روسیه در واکنش به تحریم‌های غرب، ورود مواد غذایی از کشورهای اتحادیه اروپا و آمریکا را ممنوع کرد. دیمیتری مدودف، نخست وزیر روسیه، اعلام کرد تحریم‌ها به مدت 1 سال و شامل ورود میوه، سبزیجات، گوشت، ماهی، شیر و سایر مواد لبنی از آمریکا، اتحادیه اروپا، استرالیا، کانادا و نروژ خواهد بود. دولت روسیه همچنین گفته است پروازهای ترانزیت خطوط هوایی اوکراین بر فراز روسیه را ممنوع می‌کند. روسیه 50% پنیر، 65% سبزیجات، 25% گوشت گاو و 26% گوشت خوک خود را از خارج از جمله کشورهای اروپایی وارد می‌کند. مجموع حجم واردات مواد غذایی روسیه به رقم 43% معادل 39 میلیارد دلار می‌رسد. حدود 8% از صادرات گوشت مرغ و طیور آمریکا معادل 276 هزار تن در سال 2013 به مقصد روسیه بوده است. در مرحله سوم رقابت‌های جام روجرز تورنتو، جوبل پریتسونگا سید 13 جام با نوواک جوکوویچ به میدان رفت و در 2 ست کار شماره 1 جهان را تمام کرد و برای دومین بار در این فصل به مرحله 1/4 پایانی یکی از جام‌های 1000 امتیازی صعود کرد. استانیسلاس وابرینکا سید 3 جام هم با کیوین اندرسون پیکار کرد و در 2 ست 6-7 و 5-7 باخت و از دور رقابت‌ها حذف شد. به گزارش تلویزیون اورینت، در ماه ژوئیه گذشته حداقل 72 تن از بالاترین سرکردگان رژیم اسد در نبردهای مختلف سوریه به دست رزمندگان به هلاکت رسیدند. در میان کشته شدگان 4 سرتیپ و 13 سرهنگ به چشم می‌خورند.